روی موج، رادیوی ادوینتیستی در آسیا. سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نوری معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای امید با نوای امید. دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. کیله پتاسیم فراوان دارد. کیله پس از سیب میوه عادی است که مردم جهان استفاده می کنند. اگر دقت کرده باشید، کیله تقریباً در تمام دسترخوان‌های مردم جهان دیده می شود. این به آن سبب است که خوردن کیله بسیار آسان است، یعنی هنگام استفاده آن، نه کارد و نه شستن دست لازم می شود. این میوه در پوست خود که آن را از ویران شدن حفظ می کند، بسته‌بندی شده است. ولی با این وجود، کیله یکی از میوه‌های سرغذایی و طبابتی بهتر است. خاصیت و نشاندادها. در ترکیب کیله بیشتر از همه کربوهیدرات ها جای مشخص را دارد. 21% کیله های نارسیده اساساً از کرخمل ترکیب یافته اند. وقتی این کیله ها پخته می شود، عامل ترکیب آنها به قند ها، سکروز ها، گلوکوز ها و فروکتاز ها تبدیل می شود.
در ترکیب کیله های پخته شده تخمیناً 1% کرخمل باقی می ماند که آن هم پس از خوب جویدن مشکلی به بار نمی آورد. زیرا کیله های سبز نارسیده در ترکیب خود مقدار زیادی کرخمل دارند که هضم شویش دشوار است و می تواند سبب میتاریزم، جمع شوی گازها در روده و دیپپسیه و ایران شوی قابلیت هضم شوی غذا گردد. کیله مقدار کمی پروتین ها 1% و خیلی کم چرب دارد. در ترکیب کیله ها ویتامین های B6 موجود است. تخمیناً 3 عدد کیله ای به اندازه میانه مقدار توصیه شدن یک روزه این ویتامین را برای مرد بالغ تأمین می کند. همچنین در ترکیب کیله مقدار زیادی ویتامین های E, C, B1, B2 اینچنین اسید فعال موجود است. ترکیب کیله همچنین منرال های فراوان دارد که در میانه آنها پتاسیم، مگنیزیم و آهن مقام نظررس دارند. مقدار زیادی پتاسیم در ترکیب کیله این میوه را به یکی از بهترین منبع‌های منرال‌ها برای انسان تبدیل نموده است. از لحاظ داشتن پتاسیم در ترکیب خود، کیله تنها از آووکادو و خرما عقب مانده است. هر دو نوع غذاهای رستنی هضم شونده در ترکیب کیله و مقدار میوه‌های نظررس 2.4 گرم بر صد وجود دارند. این رشته غذایی به کیله خاصیت کم کردن چرب را داده، روده ها را نرم می کند و به آنها آرامش می بخشد. کیله در ترکیب خود مقداری کمتر سیراتانین دارد. ماده از امینو اسیدها تریپتوفین گرفته وظیفه های مختلف سیستموی عصب را اجرا می کند. از جمله رگ های گردش خون فراختر، درد را کم و عصب را آرام می کند. تأثیر مقدار کمی سیروتونین کیله به ارگانیسم حالا در حال آموزش است. هضم شوی کیله از دهان شروع می شود. کرخملی در ترکیب آن موجود بوده به سختی هضم می شود و باعث پیدا شدن گاز ها می گردد. خصوصا اگر کیله نارسیده باشد. تنها با جویدن و جذب آن با آب دهن هضم آن آسان تر می شود. آماده کردن و استفاده در شکل خام. این بهترین اصول استفاده کیله است. باید این را بدانیم که همه کیله هایی که بیرون از کشور وارد می شود استفاده می کنند خام هستند و آنها را در جاهای مخصوص با راه مصنوعی می پزند. این روند سبب کمتر شدن ویتامین ها و قند در ترکیب چنین کیله ها می گردد و فایده آنها را نسبت به کیله های در درخت پخته شده کمتر می کند. پختن با اصول های مختلف. هنگام پختن کیله با اصول های مختلف اکثریت ویتامین های ترکیبی آن نابود می شوند. اما کربوهیدرات ها، مینرال ها و دیگر مواد غذایی باقی می ماند. یکی از نوعهای پختن کیله که بیشتر از همه معمول است، پلنتین می باشد که در ترکیب خود کرخمل زیاد دارد. توصیه های طبی بیمار شدن رگ های قلب. کیله برای کسانی که از بیماری رگ های قلبی، سکته قلبی، اریتمیه، بیماری قلب یا ویران شوی فعالیت سیستم گردش خون، فشار بلند خون عذاب می کشند، بهترین میوه است از نظر طبی. مقدار زیادی پتاسیم و نداشتن سدیم، هر 100 گرم قطعه کیله 396 میلیون گرم پتاسیم و 1 گرم سدیم دارد. چنین تناسب پتاسیم سدیم در میان تمام میوه و سبزیجات ها بلند است. گوشت، ماهی و محصولات لبنیات پتاسیم کمتر و سدیم بیشتر دارد.
ثروت واقعی سلامتی است. نقد هوای طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. من قرار دادم که سلامتی متداوم داشته باشم. تو هم کوشش نما. این برنامه درباره آن است که زکیه هنگام پاک کردن خانه کتابچه خاطراتش را یافته و خواندن آن شروع می کند. او در قسمت اول روزنامه درباره آن می نویسد که مشکل اضافی وزن دارد و تصمیم گرفته است که سلامتی خود را بهتر کند و به سفر فرانسه که آنجا برای ادامه تحصیل می رود آماده شود. از پرهیزهای کوتاه مدت دوری کنید. در راه به هدف رسیدن وزن کم کردن و سلامتیم را بهتر نمودن بسیار چیزها را آموختم. یکی از روزهای یکشنبه معلومات به دست آوردم که تمام تصورات مرا نسبت به پرهیز دیگر کرد. دوم جولای 2000 روز یکشنبه. سلام دوست عزیزم، من امروز چنان به دست آوردم که اگر به تو بگویم تو هم در حیرت میمانی. نه حیرت، این چه کرخت شده میمانی. یک ماه قبل به خود وعده داده بودم که خود را دیگر کرده قامتم را موزون میسازم. همه ای کارهایی که در گذشته انجام داده ام صرف بیهوده وقت و عصبانیتی بیفایده بود. من وعده ام را به خوبی اجرا میکنم. در حال حاضر تا امروز نتیجه به دست آوردم 9 کیلو را تشکیل می دهد. بر این طبع خوش، آشناهای نو، دوستان بهترین و احترام شخصی به دست آوردم. من خوشبختم. اکنون لطیفه برایم هم دوست و هم مربی است. او در انتخاب غذا به من کمک می رساند. این بسیار مهم است. زیرا برای دنبال قد و قامت زیبا و اساسی در گوناگون شکل پرهیز ها امکان راه گم زدن می باشد. بسیار پرهیز های کوتاه مدت موجودند که به آسانی برای کم کردن وزن کمک می کنند. ولی نه همه آنها برای سلامتی مفیدند. نقص هایی که از چنین پرهیز ها به وجود می آیند به آسانی تباوت کردن غیر امکان است. پرهیز های کوتاه مدت کپکان حقیقی هستند. باری قرص ها را امتحان کردم. تبلیغاتشان جالب و امید بخش بود. کمی گران بود لیکن من آن را امتحان کردم. در دوام چند روز 6 کیلو وزن کم از نتیجه پرهیز روزهای اول بسیار شاد شدم. لیکن آن وزنهای اضافی دوباره پیدا شدند. اکنون می فهمم که همه ایشان نیرنگ بازی بوده. یعنی در ترکیب بسیار چنین موادها ماجگانین یعنی دایرتیک یا خودداروی پیشابران موجود بوده است. ارگانیزمی که خود 70%ش را آب تشکیل می دهد طبیعی است که چنین موادها در مدت کوتاه 5 یا 6 کیلو لاغر می سازند و هنگامی که جسم ذخیره احتیاطیش را می خواهد برقرار نماید وزن دوباره برمی گردد.
من از این به آسانی نجات یافتم. درباره چنین محصولات ها دهشت ها شنیدم که تقریبا به مرگ دختران را رسانیده بود. خلاص یک نوع پرهیز را با دیگرش عوض کرده نتیجه اش را می دیدم. هر قدری که وزنم را از دست می دادم، همان قدر زود کیلوگرم ها بر می گشتند. بارها در پرهیز معجزه کارانه نشستم و لاغر شدم. لیکن باز به طرز حالت اولیم برگشتم. اضافه وزن و چاقی مرا هیچ تنها ماندنی نبودند. بدترش این است که آنها تنها نه با اضافه وزن برمی گشتند. چنین ارگونچک ها مرا افسرده می ساختند. ناخوشی ها را در من پروریش کردند و البته به سلامتی هم ضرر رساندند. لطیفه به من آنچی را که خودم هم درک کرده بودم یادآوری کرد. ولی این را از اطرافیان شنیدن مفید بوده. مشکلاتی که طی سالها جمع شدند در مدت کم حلشان ساختم. من درک نمودم که در چنین وضعیت بغیر از پرهیز روش های دیگر نیز در کار است. من بسیار خوشحالم که لطیفه برای به یک شکل معین در آوردن طرز زندگی نوی من به من یاری رسانید. همه اش چه خوب پیش می رود. بهترین نتیجه را می بینم در حاضر. آهسته آهسته باشد هم. با اعتماد و نیز به سلامتی مفید است. از آن که خودم را رنج و فشار دهم، و یا از گرسنگی بیهوش شوم، خوبش تدریجاً روغنها را به مشقهای جسمانی بسوزانم. از چنین دوست خوب داشتنم بسیار خرسند و خوشحالم. با کمک او دیگر پرخوری و ناامیدیم خروج نمی کند و از همه مهمش خود همین طریقه برای من پسند است. برای وزن مناسب و سلامتی متداوم داشتن ما باید کوشش های بسیار نماییم. این راه بهترین راه و امتیاز کم کردن وزن اضافی از بدن و ویدا گفتن از روغن های اضافی بدن است. از همه مهمش ارگانیزم شما دیگر در وقت گرسنگی فعالیت نمی کند و وزن را که از دست داده اید دوباره بر نمی گردد. با صبر و تحمل باش و از روی برنامه برقرار نمودن وزن مناسب و سلامتی متداوم عمل نما. حتما موفق می شوی. گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است. افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم میشنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است.
وحی امید بخش. یک چند سال قبل در یکی از دانشگاه‌های معروف طبی درجه طاقت فرسای انسان را نسبت به استرس تحت سنجش قرار می‌داد. تحقیقاتچیان می‌خواستند استواره انسان را در حالت استرس بیاموزد. آستانه مکمل استرس تا کجاست؟ آنها این سنجش را با اشتراک بره‌ها می‌خواستند بگذرانند. آخر گذاشته 14 آلمان بره‌ها را در طویله ماندند که تحت نظارت بود و در آنجا بودند. در هر یک آخر جریان سیم پیوست کرده بودند. هنگامی که بره به نزدیکی یکی از آخر رفته کاه می‌خورد، به آن آخر جریان برق را روان می‌کردند و بره ترسیده از این آخر به آخر دیگر نزدیک می‌شد. هر باری که او از یکان آخر کاه می‌خورد، از شدت جریان برق دکه خورده جایش را عوض می‌کرد. تا آنکه همه آخورها را دید و بدون کدام چاره در میان بینا استاده از ترس می لرزید. بعد از گذشت چند لحظه بره هلاک شد. بعدن آلمان بره دوم را در آن طویله داخل کرد. لیکن این بار بره تنها نبود. همراه مادرش بود. وقتی کاه خوردن شد بره به آخور نزدیک شد. آلمان به آن آخور شدت جریان را وصل کردند. بره با نگاه هراسان به مادرش می نگریست و به آس می زد. در جواب او مادرش نیز به آس می زد و بره دوباره به خوردن کاه شروع کرد. هر باری که قوه جریان دکه می خورد به سوی مادرش فریاد کنان می دید و در جواب گویا دلداری مادرش را شنیده دوباره به کاه خوردن شروع می کرد و آلمان تحقیقاتشان را خاتمه بخشید. آنها نمی دانستند که چگونه جواب سوالشان را دریابد. فرق میان بره اول و بره دوم در چیست؟ بره اول جای گریز نداشت و تنها بود و در وقتی خطر کسی نبود که در پهلویش باشد. بره دوم خود را در بی خطری حس می کرد به خاطر که تنها نبود. در کنار مادرش بود. در کنار کسی که می توانست اندوه او را بردارد. زمانی که ما در استرس باشیم که می تواند اندوه ما را بردارد؟ که می تواند گناه ما را بردارد؟ و کی می تواند ترس و بیم را از ما دور کند؟ که می تواند در کنار ما باشد که ما احساس امنیت کنیم؟ آیا پناهگاهی وجود دارد که از سختی های زندگی در آنجا پناه ببریم؟ آیا هست مکانی که از مشکلات پنهان شده مریضی روان خود را متداوی کنیم؟ کتاب وحی عیسی مسیح را با تمام جلال و شهامت نشان می دهد. در اصل کتاب وحی باب 1 آیه 1 وحی عیسی مسیح وحی او را باب 1 آیه 5 شاهد امین نخوز زاده از مردگان و فرمان فرمای پادشاهان زمین می نامند. او از قبر گذشته است، برای همین می تواند نفرانی را که نزدیکان خود را از دست داده اند تسلی دهد. او تمام قدرت و نیروی عالی آلمان را دارد. در کتاب وحی باب 12 آیت 5 گفته شده است. او پسر پیدا کرد که او با عصای آهنین خود چوپان همه خلق باشد. او طفلی که تولد شد. او نجات بخشی که به تمام وسوسه های شیطان ظفر یافت. ادامه می دهد. وحی باب 12 آیت 5 و پسر او به سوی خدا و تخت او برده خواهد شد. مسیح به آسمان صعود کرد. او زنده است و می تواند تمام تشویش های ما را بگیرد. او حاضر است حاجت های ما را برآورده کند. در کتاب وحی باب 14 گفته شده است عیسی باز می‌گردد تا
اینکه حاصل های زمین را جمع آوری نماید. وحی باب 14 آیه 14 و نظر انداختم اینک ابر سفید و بر ابر کسی مانند پسر آدم نشسته است که بر سرش تاج طلا و در دستش داس تیز دارد. او تمام کسانی که به او ایمان آورده اند جمع کرده به آسمان می برد و جهان را به طور ابدی از گناه و گناهکاران پاک می سازد. وحی باب 19 او را همچون عیسی پادشاه ظفر آنی که سوار اسب سفید است و این رمز غلبه و پیروزی می باشد. او آن نفری است که هرگز مغلوب نگشته است. سرلشکری که در یگان نبرد شکست نخورده است. او آن نفری است که کلن شیطان را نیست و نابود می کند. از باب 1 تا 22 وحی قهرمان اساسی خود را نشان می دهد که نام او عیسی مسیح می باشد. لیکن از تمام رمز و نام هایی که در کتاب وحی متعلق به عیسی است، رمزی بر روی ذبح شده بسیار نمایان و پرارزش است. این نام از همه زیاد بیان گردیده شده است. در کتاب وحی مسیح 27 مرتبه همچون بره معرفی شده است. وحی باب 5 آیه 6 و نظر انداختم اینک در میان تخت و آن چهار حیوان و در میانه آن پیروانی بره مثلی که در حال قربانی شدن است. بره مثل ذبح شده خون‌آلود در آسمان نازل گشت و در میان تخت استاد می شد. وحی باب 13 آیه 8 مسیح بره ذبح شده از ابتدای عالم نام دارد. در ابتدا در شورای الهی پدر و پسر قرار دادند که بشری در گناه افتیده را نجات دهند. در وحی باب 12 حیوانی مثل اژدها به مقابل بره هجوم کرده و بعداً با پیروان او در نبرد می شوند. لیکن آنها بر او غالب می شوند. وحی باب 12 آیه 11 آنها بر او به وسیله خونی بره و کلام شهادت خود غالب آمدند. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.